روی این ویدیو میخوام ببینیم کلن حق با کیه. به هیچ چیز دیگه کار نداریم. نگاه کنید اینجا تابلو این نداریم. خب اگر از طرف چپ چیزی آمد، طرف چپ چیزی آمد، باید او به ما حق بده. چرا؟ چون ما سمت دست راستشیم. حالا بریم جلوتر رو ببینیم. چند متر دیگه که سر جاده میرسه، خب دقیقا ما تابلوی مثلث رو به پایین، یعنی مثلث عقب نشینی را داریم که این تابلو دقیقا به ما میگه که اینجا دیگرا حق دارن. نگاه کنید حالا خطای دنده دنده سفید روی جاده را اگه ببینید کاملا متوجه میشید. خب پس ما اینجا باید به سمت راست و چپ، حالا بیشتر به چپ ما باید حق بدیم. نگاه کنید دوستان، چپ. حالا چند صد متر دیگه، مثلا 200 متر دیگه که مانده بود، شما میتونید بری جلو و نزد فاصله نزدیک مثل 100 متر چیزا رو باید یک استوب بکنه. حالا من فاصله من اصلا کم نمیشه، هر دقیقه که میخوایم وارد شوم یکی باید داخل بیره. حالا بعد از این سیاه دیگه من باید بندازم جلو. حالا ببخشید که شما شاید یک ذره کمتر میبینید. حالا بعد این بندازم و حرکت میکنم. حالا بعض جایی که تابلو وجود داره دوستان شما خوب متوجه میشید. خب مثل بعض جایی که تابلو وجود نداره، نگاه کنید این ای تابلو رو زده فقط به خاطر این کوچه دست چپ مانا که شما بر کوچه دست چپ حق دارید، حق با شما هستن. باز دقیقا تابلوی بعدی رو نگاه کنید، یعنی سمت راستی رو نگفتم، منظورش این است. یک خیلی حالتی کوچیک، یک خطی کوچیک زده، یعنی منظورش دست چپی هستا. این رو اشتباه نکنید رفیقا. ببینید حالا این رو دقیق متوجه میشید که من دقیقا چی میگم. فلشی که زده سمت چی؟ خیلی کوچیک، خیلی کوچیک سمت راست زده. پس ما اینجا حق برتری به سمت راست خودت داریم، این باید به ما حق بده. اوکی شد حالا؟ پس به فلش هایی که داخل تابلو هست خیلی دقیق توجه کنید که فلش ها کدام کوچه رو گفته، کوچه سمت راست گفته یا نه کوچه سمت چپ گفته. شاید همون تابلوی که گذشت در اینجا ما باید ببینیم، ولی اینجا فرض کنه شما سمت راستتان هیچ چیزی وجود نداره، او تابلو رو زده برای سمت چپ. چرا؟ چون یک فلش سمت چپ داره. اینه باید خوب دقیق بچه ها متوجه شوید آه. چون این نکته خیلی نکته مهمیه داخل از این ویدیو که من براتون میگم. هیچ کس دیگه به این شکل، به این شیوهی که من به چیزهای به کوچکترین چیزها که من دقیقا توجه میکنم، هیچ کس قسم میخورم که توجه نمیکنم. حالا نگاه کنید برای چراغ شما خیلی کم میدید، یک فلش ریز کوچیک زده برای او کوچه زدم که شما حق برتری برای کوچه را دارید، حق با شما هست. خب اینه که میگم رانندگی فقط جزئیاته، فقط جزئیات کوچیکه. اگه جزئیات کوچیکه متوجه شده درک کردی تو راننده هستی. دوستان این تابلو رو میبینید که پشت چراغ هست. خب نگاه کنید یک تابلوی وجود داره ولی هیچ جایی کوچه وجود نداره. پس این تابلو چی رو اعلان کرده؟ نگاه کنید یک دومی داره گوشه، او طرف اعلان کرده، منظورش او طرفه. یعنی اگه از این طرف چیزی آمد جلو، حق برتری با ماست، یعنی ما حق داریم بیشتر. اوکی شد کامل برات این موضوع؟ دوستان یک تابلوی که اینجا میبینید نگاه کنید، این تابلو ها خب نگاه کنید هر دو طرفش چی؟ یک علامتی وسطشان داره، یکی به چپ داره یکی به راست داره. خب این تابلو دقیقا چی رو برای ما میگه؟ تابلو میگه که خب شما حق برتری به چپ و راست دارید، یعنی کوچه ای که سمت راستتانه، کوچه ای که سمت چپتانه. خب حالا اگر این تابلو ها این طرفش نبود، یعنی یک دوم این طرف نمیداشت، چی میشد؟ یعنی حق ما حق برتری روی او کوچه رو داشتیم. حالا این تابلو ها اگه این دوم این طرفی رو نمیداشت، یعنی ما حق برتری فقط روی از این کوچه رو داشتیم. خب پس حالا دو طرفش دوم داره، یعنی حق برتری روی هر دو طرف ما داریم، هم این طرف هم اون طرف. اینم از این تابلو. خب جاده یک طرفه روبروی ما تابلوی یک طرفه داریم و این چهارراهی کی باید به کی حق بده؟ خب چون هیچ تابلوی ندیدیم از اول. خب اگه از دست راست ما، یعنی از این طرف کسی آمد، ما باید به او حق بدیم، در حالی که کسی نیست.
و کسی از این طرف دیگه نمیاد. چرا؟ چون ورود ممنوع رو داریم. حالا سمت راست داره یکی میاد، من زودتر باید برم از اینجا. ورود ممنوع رو داشتیم. میریم به سمت جاده یک طرفه ببینیم اصلا این جاده یک طرفه چهارراه بعدی کی با کی باید حق اصلا حق با کیه. بازم در این چهارراه نگاه کنید، تابلوی وجود نداره. اگه چیزی از این طرف بیرون شد ما باید به سمت این طرف حق بتونم. خب ای از ایجاد وقتی که جایی که تابلو نباشه این نکته را رعایت کنید که سمت راست حق بدین، که ما در دو تا جایی که قبلی رد شدیم باید دو طرف حق میدادیم. حالا برسیم به این چهار راه. ببینید این چهار راه که من 100% باید سمت راست حق بدم، یک، و اون طرف هم که بمب است اون طرف نمیخوایم بریم سمت راست، کسی اگه قرار بود بیایه ما حق باید میدادیم بهش. حالا نگاه کنید اینجا که اصلا مسلمه که من باید به سمت راست حق بدم، چرا که تابلوی حق دادن به سمت راست دارم. خب و ورود ممنوع ایجاد داره گفتم و مستقیم اینجا دیم اینجا تابلو وجود نداشت، اینجا من باید به حق به سمت راست خود حق بدم. جایی که مثل ای وجود نداره تابلو دیگه مسلمه که به سمت راست باید حق بدیم. نگاه کنید این تابلو رو نگاه کنید دقیقا، یعنی چپ و راست هم باید چی؟ چپ و راست، روی چپ و راست حق برتری دارم این تابلو گفته. خب یعنی هم حالا که سمت راست من دور زدم حق با ما بود، هم به سمت چپ حق ما بود. در قسمت کامنت های این ویدیو بنویس که ویدیوی بعدی در مورد چه چیزی ساخته شده و تا ویدیوی بعدی بوم.